درود بر شما به این بخش خبری از تلویزیون ایران اینترنشنال خوش آمدید. زینب آبین هستم. ابتدا سرخط تازه ترین خبرها. ادامه اعتراضات سراسری معلمان در ایران. معلمان خواهان اجرای طرح رتبه بندی مشاغل و پایان برخوردهای امنیتی هستند. موج ششم کرونا در ایران. دبیر کمیته علمی کرونا میگوید مرگ روزانه ناشی از کرونا در ایران به 150 نفر خواهد رسید. واکنش ها به توییت رابرت مالی در مورد حضور زنان ایران در ورزشگاه. نماینده پیشین شورای شهر شیراز از مالی خواست تا دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارد. و سیاست های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی در برابر جامعه اهل سنت. مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید شهروندان اهل سنت از داشتن سمت های ارشد دولتی محروم هستند. در ادامه اعتراض‌های صنفی و سراسری معلمان ایران در چند ماه گذشته، دیروز آموزگاران معترض در ده‌ها شهر کشور دست از کار کشیدند. معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی و همچنین برخورد امنیتی با همکاران خود تحسن و اعتصاب کردند. این تحسن و اعتصاب سراسری با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شکل گرفته و تا دوشنبه ادامه دارد. اجرای آموزش رایگان، پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1400، استخدام معلمان، خرید خدمات آموزشی و رسیدگی به پرونده صندوق بازنشستگی از دیگر خواسته های آموزگاران معترض است. جمعی از این معلمان در تجمع اعتراضی خود همخوانی کردند. ظلم ظالم جور سنگا آشیانم داد برگا ای خدا ای فرک ای طبیعت شام تاریک ما را سهر کن. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، اعتراض معلمان در ایران ادامه دار شده. چرا حکومت جمهوری اسلامی به مطالبات معلمان پاسخی که انتظار دارن نمیده؟ خب این برمیاره به چند صد با بخش از این مطالبات معلمان که جنبه های معیشتی و صنفی داره، مرتبط هست با همسان کردن حقوق اونها، طرح رتبه‌بندی، پایان دادن به قراردادهای موقت و همچنین مسائل معطوف به صندوق بازنشستگی اونها. اینها مشکلات انباشته شده تاریخی هستن. شاید بشه گفت معلمان بدترین وضعیت در ایران بعد از انقلاب در بین کارکنان دولتی داشتن از این لحاظ. خب حکومت ناتوان هست این امکان را در کوتاه مدت نیاز اونها برآورده بکنه. خود ابراهیم رئیسی به صراحت گفت بنابراین و این موضوع خب مشروط به زمان خواهد شد. اونها حتی اکثر میتونن بخشی از این خواسته ها رو برآورده بکنن، بخش کمیش رو، و بخش دیگه خواسته های معلمان که جنبه های محال هم ملی داره و هم برای شؤونات خودشون است که حرمت معلمان رعایت بشه، اجازه بدن که اونا تشکل‌های صنفی مستقل خودشون رو داشته باشن و همچنین آموزش رایگان در سراسر کشور، متوقف شدن روند تجاری سازی. خب اینها وقتی که حالت اعتراض خیابانی پیدا میکنه و مبتنی هست بر بی‌اعتمادی این معلمان و تشکل‌های صنفیشون به مقامات های حاکمیتی، خب این دیگه طبیعتاً با ویژگی استبدادی و ساخت مطلقه قدرت در جمهوری اسلامی سازگار نیست و حکومت میسته. بنابراین میشه گفتش که حداقل اگر بخواد تمامی خواسته های معلمان برآورده بشه، نیاز به تغییرات بزرگ ساختاری سیاسی است که جمهوری اسلامی چنین باوری نداره و برعکس میخواد هر طور که هست وضع موجود حفظ کنه. بله آقای افشاری، اگر اعتراضات معلمان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه پیدا کنه، برخورد حکومت با این اعتراضات چه خواهد بود؟ خب نکته که مهم هست که معلمان امروز که به حال یک اعتصاب سراسری بود و مدارس مختلفی در شهرهای گوناگونی محل بروز قدرت اجتماعی معلمان بود، خب این خوره کارو برای حکومت سخت کرده. یعنی معلمان نشون دارن که به یک توانایی تشکیلاتی خوبی رسیدن، میتونن هماهنگ اقدامات اعتراضی رو انجام بدن
خب این متفاوت با گذشته است. اما خب طبیعتاً جمهوری اسلامی باز به سراغ برخوردهای پلیسی خواهد رفت، سعی میکنه افرادی که فعالتر هستن نقش برجسته‌تری در ایجاد هماهنگی دارن به حرکت‌های اعتراضی، اونها رو یا به زندان بیفکنه یا از کار اخراج بکنه و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی و شغلی بر اونها اعمال بکنه. از این طریق شاید بتونه فضا رو مهار کنه. ولی با این قدرتی که معلمان نشون دادن و اعتراضاتی که در دیگر اقشار اجتماعی رو به افزایش هست، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی دیگر به مانند گذشته قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود. و چه بسا همه این اتفاقات علائمی هستش که ما داریم به اون روز موعود سیاسی در ایران نزدیک بشیم. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. دبیر کمیته علمی کرونا در ایران گفته مرگ روزانه ناشی از کرونا به 150 نفر خواهد رسید. وزارت بهداشت اعلام کرده کشور وارد موج ششم کرونا شده است. بنابر آمارهای رسمی شمار شهرهای قرمز کرونایی به 7 شهر رسیده. به رغم گسترش کرونا، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفته تعطیلی سراسری مدارس و دانشگاه‌ها به شکل سابق نباید تکرار شود. برای گفتگو در مورد همراه میشیم با دکتر نورالدین پیرمعزن، فوق تخصص جراحی ریه از سان فرانسیسکو. آقای پیرمعزن، سویه اومیکرون در ایران هم شیوع پیدا کرده. آیا این روند در ایران مثل بقیه کشورهاست یا دلایل دیگری هم در میان هست؟ ممنونم که این فرصت رو به من دادین. خب انتظار هم همین بود. بالاخره سویه اومیکرون در طول 2 ماه 155 کشور دنیا رو گرفت، 50 ایالت امریکا رو گرفت، در هفته 21 میلیون رو بیمار کرد و ورودش به هر نقطه ای از دنیا وقتی اومیکرون تشخیص داده شد مثل یک آتش سوزی در جنگل فایراب شد و کل کشور رو گرفت. خب به خاطر اینکه در ایران مرزها رو نبستن، قشنگ کنترل نشد از همون روزهای اول و به خاطر اینکه کیت‌های تشخیصی برای اومیکرون هم نبود، مدت‌ها این بیماری وجودش در ایران انکار می‌شد که بالاخره وجودش با تشخیص علائم و ورود کیت مشخص شد. آنچه که ما الان در ایران می‌بینیم به شکل پلکانی در حال افزایش است و در واقع وزیر بهداشت هم تایید کرد که ما وارد پیک ششم شده‌ایم. از طرف دیگر چون که واکسینیشن در ایران دوز تکمیلش رو 20% مردم گرفتن و برای ما ثابت شده که تمام اون کسانی که واکسن کامل نگرفتن یا حتی واکسن های با نوع جنریشن های برای ویروس های مرده گرفتن، آنچنان ایمنی در مقابل این اومیکرون ایجاد نمیشه. حتی کسانی که ابتلا به بیماری قبلی به گونه اصلی ووهان چین هم داشتن، اونها هم در مقابل این گونه مقاوم نبودن و یکی از مشخصات بارز این گونه اومیکرون اینه که در مقابل آنتیبادی های ناشی از واکسن و ابتلا به بیماری مقاوم است و حتی تستاش هم منفیه. بنابراین اون چی که ما داریم در ایران میبینیم روزهای آغازین ورود به موج ششم هست و طبیعی است این گونه به هر کدوم از شهرهای ایران برسه با این فرهنگی که ما داریم میبینیم و با این آزادسازی مدارس و فضاهای آموزشی و مذهبی که داریم میبینیم، انتظار این هست که در روزهای آینده ما شاهد بیماری های بیشتر و بیشتر باشیم. بله آقای پیرمعزن، ارزیابی مسئولان از مرگ و میرهای ناشی از موج ششم کرونا در ایران 150 نفر در روز هست. به نظر شما این ارزیابی چقدر واقعیه؟ خبر خوب این هست که اومیکرون علارغم این که سریع گسترش پیدا میکنه، علارغم این که در مقابل آنتیبادی ها مقاومه، علارغم این که تستای تشخیصی ممکنه اینو دیتک نکنه و با وجود علائم بیماری همچنان تست منفی باشه، علارغم که ظرفیت تست کردن در ایران پایینه، خبر خوب این هست که ویرولانس یا بیماریزایی گونه اومیکرون مثل سوشای قبلی نیست و میزان مرگ و میر به مراتب پایین تر است و درگیری ریه در اینا دیده نمیشه، معمولا خیلی کمتر است. بنابراین طبیعی است که میزان مرگ و میر به نسبت اون که ما در گذشته داشتیم با اون گونه اصلی ووهان کمتر خواهد شد. و حالا آیا واقعا 150 یا 600 تا ما در 24 ساعت دوباره مرگ و میر داشته باشیم،
انتظار می رود که اینا فقط آمار رو طبیعی بگوین و درست بگوین. آنچه که ما از مدیران بهداشت درمانی و مدیران سیاسی سلامت در ایران دیدیم متاسفانه انکار و پنهان بیماری بود و مخصوصا پایین بودن ظرفیت تشخیص. آن چیزی که ما بالاخره شاهد هستیم، وارد این موج ششم شدیم و مردم هم باید بدونن که همچنان باید استایل و سبک زندگیشون استفاده از ماسک، رعایت فاصله و مخصوصا زدن واکسن به هر شکلی تنها راهی است که ما بالاخره میتونیم از این موج عبور کنیم، که به نظر میآید که با آنچه که ما در اروپا و در امریکا میبینیم که منحنی ابتلا داره به شکل پلکانی داره کمتر میشه، پیش بینی اینه که چه بسا ما داریم ماهای آخر پاندمی رو در دنیا وارد میشویم. بله، ممنونم از شما نوردین پیرمعزن، فوق تخصص جراحی ریه. وبسایت رسمی دولت جمهوری اسلامی میگوید ابراهیم رئیسی و ایمانوئل مکرون با هم درباره مسائل مهم از جمله تازه‌ترین وضعیت مذاکرات برجام گفتگو کردند. بنابراین خبر، ابراهیم رئیسی به ایمانوئل مکرون گفته جمهوری اسلامی در روند مذاکرات اراده و جدیت خود را برای تامین توافق اثبات کرده است. همزمان کاخ کرملین از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و ایمانوئل مکرون خبر داده. مسکو در بیانیه‌ای اعلام کرده روسیه و فرانسه درباره توافق برجام دیدگاه نزدیکی به یکدیگر دارند. یک ایرانی و یک آلمانی به طور مشترک رهبری حزب سبزهای آلمان را بر عهده گرفتند. امید نوریپور، سیاستمدار ایرانی تبار 46 ساله و ریکاردا لانگ 28 ساله از این پس رهبران این حزب سیاسی در آلمان خواهند بود. نوریپور اولین ایرانی در رأس یک حزب سیاسی در آلمان است. نوریپور و لانگ جایگزین آنالنا بایربرگ و رابرت هابک میشوند که در دولت جدید آلمان به ترتیب به عنوان وزیر خارجه و معاون اول صدر اعظم فعالیت میکنند. نزدیک به 900 نفر از استادان و دانش آموخته های علوم اجتماعی در نامه‌ای به رئیس دانشگاه تهران خواستار بازگشت رضا امیدی، استاد اخراجی، به کلاس درس شدند. محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، روز شنبه بدون ذکر نام رضا امیدی گفت با یکی از استادان قطع همکاری شده. مقیمی گفته این استاد از سال 98 اصلا عضو هیئت علمی دانشگاه نبود که بخواهیم او را اخراج کرده باشیم. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران نسبت به جلوگیری از ورود عکاسان زن به ورزشگاه آزادی تهران در جریان بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق اعتراض کرد. به گفته این انجمن، عکاسان زن خبرگزاری ایرنا، مهر، ایرنا و آناتولی در حالی از پوشش این رویداد محروم شدند که مراحل ثبت نام، تست کرونا و صدور کارت را انجام داده بودند. فیفا پیشتر اعلام کرده بود در صورت محدودیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها، فوتبال ایران به طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام جهانی نیز محروم خواهد شد. صدها کاربر به توییتر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، درباره حضور زنان در ورزشگاه اعتراض کردند و به او یادآور شدند که حضور زنان کاملا گزینشی بود. همزمان مهدی حاجتی، نماینده سابق شورای شهر شیراز، توییتر رابرت مالی را نشانگر فریب دادن یا فریب خورده بودن دانست و خطاب به او نوشت ما حمایت شما را نمی‌خواهیم. حاجتی به رابرت مالی توصیه کرده اگر می‌خواهد ثابت کند مردم ایران برای او مهم هستند، دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارد. رابرت مالی با انتشار توییتی با تبریک پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر عراق نوشته بود خوب است که به زنان اجازه داده شد تا بتوانند این مسابقه را تماشا کنند. برای گفتگو در این مورد همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک. آقای معماریان خوش اومدین. به نظر میرسه که انتقادات از هر طرف نسبت به رابرت مالی در حال افزایش هست. این انتقادات بیشتر از چه زوایایی هست؟ به نظر مهمترین زاویه‌اش این هستش که توییتی که آقای مالی نوشتن نشون دهنده این هستش که ایشون کوچکترین آشنایی با نحوه به حال عملکرد دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ندارن و اون پروپاگاندایی که داره و اون فریبکاری که انجام میده در به حال قلب واقعیت ها. ببینید، برای همه آشکار هستش که جمهوری اسلامی در خصوص ورود ورزشگاه زنان به ورزشگاه ها فریبکاری میکنه، فیفا رو فریب میده، یه تعدادی از زنان حضور پیدا میکنن در استادیوم ها، ولی اینها گزینشی هست و اساسا اون روالی که باید داشته باشه رو نداره و از این جهت مهم هستش که کسی که نماینده آمریکا هست در خصوص ایران، وقتی که این مسئله بسیار پیش پا افتاده از نظر اینکه همه میدونن رو ندونه و فریب
این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو بخوره که سعی کرده که از این ترفند استفاده کنه که از مجازات فیفا در واقع دور بمونه، چطور میتونه که در مسائل مهمی مثل بحث هسته‌ای به هر حال یک چنین سمتی داشته باشه؟ مهمتر از همه این که به هر حال ساعت‌ها از انتشار توییت میگذره و ایشون در این خصوص واکنش دیگه نشون ندادن یا اصلاحی نکردن یا تصحیح نکردن، چون اون چیزی که ایشون گفتن این هستش که خوشحال هستن که از اینکه زنان اجازه بهشون داده شده که برن به استادیوم‌ها، این درست نیست، این غلط هست، خلاف واقع هست، این در واقع همون چیزی است که جمهوری اسلامی میخواد که همون فریبکاری که دارن انجام میده رو افراد بخرن و باورش بکنن و بنابراین برای بسیاری از مردم این شگفت‌آور. آقای معماریان، فکر میکنید با وجود همه این انتقادات رابرت مالی در سمت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران باقی میمونه؟ به هر حال این مذاکرات هسته‌ای دستور کار مشخصی داره، چارچوب مشخصی داره. آقای مالی نشون داده که به هر حال توی این فضایی که مربوط به مسائل هسته‌ای هست آشنایی زیادی دارن، ولی به هر حال برای نماینده آمریکا در خصوص مسائل ایران فراتر از آشنایی با مسئله هسته‌ای ایران لازم هست. مسئله هسته‌ای یکی از مسائلی هستش که غرب باش با در مورد ایران باش مواجه هست. ایران یک گستره بزرگ از مسائل مختلفی هست و مردم انتظار دارن، بسیاری از کسانی که به هر حال انتظار ببینی چشم دوختن یا اینکه به هر حال متوقع هستن که نمایندگان کشورهای اروپایی، کشور آمریکا و در کشورهای جهان شناخت بهتری داشته باشن از مسائل مشکلات مردم ایران و اینکه فقط یک نفر رو بذارن اونجا که آشنا است مسائل هستی، ولی از کوچکترین مسائلی که به هر حال در جامعه ایرانی میگذره بیخبر باشه و میتونه راحت فریب عملکرد دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بخوره، به نظر من خب این یک انتخاب عجیب و غریبی هست و ایشون شاید شایستگی رو نداشته باشه که در واقع در خصوص کلیت مسئله که به ایران مربوط میشه اظهار نظر بکنه. شاید در مورد همون مسئله هسته‌ای ایشون اظهار نظر بکنه. ولی بازم مسئله این هست که وقتی شما در مورد روش فریبکارانه مقامات جمهوری اسلامی در خصوص برخورد به مسائل جون این همه به هر حال نابالغ و ناآشنا هستین، چطوری میتونید در خصوص یک مسئله مهمی مثل برنامه هسته‌ای ایران و یا مذاکرات هسته‌ای رفتار بالغی داشته باشید؟ بله، ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره بیندازیم به سرخط خبرها. ادامه اعتراضات سراسری معلمان در ایران، معلمان خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل با پایان برخوردهای امنیتی هستند. موج ششم کرونا در ایران، دبیر کمیته علمی کرونا میگوید مرگ روزانه ناشی از کرونا در ایران به 150 نفر خواهد رسید. واکنش ها به توییت رابرت مالی در مورد حضور زنان ایران در ورزشگاه. نماینده پیشین شورای شهر شیراز از مالی خواست تا دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارد. و سیاست های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی در برابر جامعه اهل سنت. مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید شهروندان اهل سنت از داشتن سمت های ارشد دولتی محروم هستند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی در مورد وضعیت شهروندان اهل سنت گفته سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی صدمات زیادی را به جامعه اهل سنت وارد کرده. این گزارش با اشاره به فقر و بیکاری شدید در مناطق سنی نشین میگوید شهروندان اهل سنت در جستجوی زندگی بهتر به سایر نقاط کشور از جمله شهرهای مذهبی شیعیان نظیر قم و مشهد مهاجرت می‌کنند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید روحانیون شیعه چنین مهاجرت‌هایی را تلاشی برای تصرف مراکز مقدس شیعیان و گسترش وهابیت می‌دانند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از ویرجینیا و از طریق اسکایپ با ماست. آقای میلانی، گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره وضعیت اهل سنت در ایران چه چشم‌اندازی از وضعیت اونها در ایران به ما میده؟ با درود خدمت شما و بینندگان عزیز. وضعیت اهل سنت در ایران از بعد از انقلاب تا الان دوچار یک حالتی هستش که هممون میدونیم. جمهوری اسلامی به حال یک حکومت فرقه‌ای است و بر این اساس بر شهروندان سنی مذهب ایران تبعیض روا داشت و چشم‌انداز خوبی هم نداره این مسئله. شما اگه به اصطلاح وسعت اقدامات جمهوری اسلامی علیه اهل سنت انجام داده توجه کنید، میبینید که واقعا عجیب هست. به عنوان مثال یک مسئله‌ای که شاید بسیار از هموطنان ما ندونن و راجبش کم صحبت شده این هستش که
در دهه 70 علل خصوص تعداد بسیار زیادی از روحانیان اهل سنت در ایران و در خارج از ایران ترور شدن، جز در همون زمانی که به اصطلاح قتل‌های زنجیری در صورت می‌گرفته، همون موقع روحانیان اهل سنت در ایران ترور شدن، مثل آقای محمد ربیعی، آقای صالح ضیایی، احمد سیاد میری. و حتی در خارج از کشور، در پاکستان و افغانستان، روحانیان اهل سنت ایرانی ترور شدن. مورد اخیرش آقای ابراهیم صفی‌زاده بود که در هرات در 2019 ترور شده و هیچ وقت معلوم نشده که ایشون چطوری به قتل رسیده. بله. و همزمان ببخشید من اینا بگم، همزمان هم تعداد زیادی از شهروندان اهل سنت در ایران به اتهامات مربوط به امنیت ملی محکوم به اعدام شدن و الان شهروندان زیادی هستند که در ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و هیچ وقت دارای دادگاه عادلانه نبودن، از جمله آقای خسرو بشارت و آقای آبسته و آقای خضری مثلا، و این افراد در خطر اعدام هستند بدون اینکه اتهامات اونها مشخص باشه و اینکه از یک روند دادرسی عادلانه برخوردار باشه. بله. آقای میلانی، شما دلیل اصلی نقض حقوق اهل سنت در ایران رو چه میدونید و چه چشم‌اندازی در مورد بهبود یا بدتر شدن وضعیت اونها دارید؟ همونطور که گفتم، جمهوری اسلامی حکومت فرقه‌گرا، سکتریان به اصطلاح انگلیسیش، و شهروندانی که شیعه نیستند رو، اقلیت مذهبی و اهل سنت دراویش رو، حالا بهایان و کشان مسیح سر جای خود، ولی اینها رو به عنوان تهدید قلمداد میکنه و مخصوصا اگه حس کنه که فعالیت‌های تبلیغی دارن انجام میدن این شهروندان و یک هویت و یا یک به اصطلاح سازماندهی داره صورت میگیره بر اساس یک ایدئولوژی که اون ایدئولوژی حاکم حکومت نیست، اون رو جمهوری اسلامی به عنوان تهدید میبینه و حالا به بهانه‌های امنیت ملی و اینجور مسائل این شهروندان رو مورد آزار قرار میده، بازداشت میکنه و در مواردم اعدام میکنه. و تا زمانی که ماهیت جمهوری اسلامی این هست و فرقه گرایانه هست، من چشم انداز مثبتی راجع به وضعیت حقوق بشری اهل سنت در ایران نمیبینم. بله. آقای میلانی، با وجود همه اعتراض‌ها در سال‌های گذشته، آیا ما شاهد تغییری در رفتار جمهوری اسلامی در رابطه با اهل سنت هم بودیم؟ خیلی در موارد معدودی در چند سال گذشته چند تا شهروند اهل سنت بودن که به عنوان سفیر مثلا منصوب شدن، ولی خب ما همچنان در استان‌های سنی نشین مثل کردستان و سیستان و بلوچستان ما حتی یک فرماندار سنی مذهب هم نداشتیم. خب فرماندار حتی در جمهوری اسلامی اونقدر مقام بالایی نیست، قدرت خیلی خاصی نداره، ولی همین رو هم جمهوری اسلامی مانع میشه، حتی در استانهایی که تعداد اهل سنت زیاد هست. حالا وزیر و دیگه اینجور مسائل هم که مشخصا مانع شدن. بله. ممنونم از شما، شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر. وکیل کیوان صمیمی گفته این زندانی سیاسی پس از جابجایی‌های متعدد میان زندان‌های اوین و البرز سرانجام به زندان سمنان تبعید شده است. کانون نویسندگان ایران هم گزارش داده مسئولان زندان اوین پس از اعتراض کیوان صمیمی به مرگ بکتاش آبتین تصمیم به تبعید این عضو کانون گرفتند. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا از آذر ماه سال گذشته برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. صدرا عبداللهی فعال مدنی در مصاحبه با ایران اینترنشنال از دلایل برخوردهای حکومت با کیوان صمیمی گفته. آقای کیوان صمیمی به عنوان یه مبارز سیاسی که بیش از 50 ساله، یعنی شاید هم 55 ساله داره مبارزه میکنه برای 2 چیز مهم، آزادی و عدالت در این کشور، در سالهای اخیر جزو فعالین خیلی جدی بود و جزو منتقدین جدی و به عرصه میدان به شدت اعتقاد داشت و در آخرین روزها هم که ایشان دستگیر شد، در واقع همون روز جهانی کارگر بود که جلو مجلس دستگیر شد، با اینکه ایشون سردبیر مجله ایران فردا بودن و برای تهیه گزارش رفته بودن، متاسفانه
اصلا این در نظر گرفته نشد که موضوع موضوع خبررسانی هستش، غیر از اون تعهدی که کیوان صمیمی به عنوان یه مبارز داره. طبیعیه که کنشگرهایی مثل کیوان صمیمی، مبارزهایی مثل کیوان صمیمی هیچ وقت در واقع از طرف حکومت و سیستم حاکمه بر این مملکت به عنوان یه دگراندیش اصلا قابل تحمل نیستش. و کیوان صمیمی یکی از این نمونه هاییه که همیشه فعال بوده و در داخل زندان هم به اون وظیفه اطلاع رسانی خودش در کانال تلگرامی که به اسم نامه داشت همیشه در واقع این کار رو انجام میداد. و این موضوع موجب شده که اینها، این آقایون ضابطان امنیتی که پرونده کیوانو از روز اول شکیری در دستشون بوده، از این موضوع عصبانی بشن. کیوان کسی نیستش که با این تهدیدهایی که تلفنش قطع شد، ملاقاتش قطع شد و همین جوری مورد اذیت و آزار قرار گرفت از در واقع کنار بره و ادامه نده. اگر ادامه نمیداد در این 50 و چند سال گذشته بالاخره میتونست در جاهای مهمی که خیلی منافع شخصیش هم میتونست در رعایت بگیره، در واقع رعایت بکنه، هرگز منافع شخصی خودش رو فکر نکرد و همیشه در راستای اهداف این ملت و رسیدن به دو عنصر آزادی و عدالت در این کشور مبارزه کرد. و این موضوع طبیعتاً همیشه این ضابط‌ها رو عصبانی میکنه و این حاکمیت رو عصبانی میکنه. همزمان با افزایش احتمال حمله روسیه به اوکراین، گزارش‌ها حاکی از آماده شدن آمریکا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای تحریم بانک‌های بزرگ و مؤسسات مالی روسیه در صورت حمله آن کشور به اوکراین است. دولت بریتانیا نیز از افزایش دو برابری نیروهای نظامی این کشور در شرق اروپا برای فشار بیشتر به مسکو خبر داد. رئیس جمهوری روسیه دستور داده که سیستم جدیدی برای کنترل بیشتر محتوای اینترنت در این کشور ایجاد شود. ولادیمیر پوتین به دولت گفته محتوای اینترنتی به گفته او سمی باید ممنوع شود. علاوه بر روسیه، چین و ایران نیز از کشورهایی هستند که بر دسترسی شهروندان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و محتوای آنها محدودیت اعمال می‌کنند. دو پرستار نیویورکی با جعل کارت واکسیناسیون کرونا متهم به کسب 1.5 میلیون دلار درآمد غیرقانونی شدند. پلیس این دو پرستار را دستگیر کرده است. قیمت کارت‌های واکسیناسیون جعلی این پرستاران برای بزرگسالان 220 دلار و برای کودکان 85 دلار بوده است. ثبت اطلاعات نادرست مربوط به واکسیناسیون در پایگاه داده‌های ایمنی‌سازی ایالتی و جعل اسناد دولتی از دیگر اتهامات این دو پرستار گفته شده است. یک زن آمریکایی که رهبری یک گردان زنان داعش در سوریه را بر عهده داشت از سوی پلیس فدرال آمریکا بازداشت شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این زن 42 ساله به حمایت از یک سازمان تروریستی خارجی متهم شده است. از جمله اتهامات او برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان یک کالج در آمریکا و هدایت یک گروه از جنگجویان داعش برای آموزش نظامی و عملیات انتحاری به زنان است. روایت فرمانده سابق ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید ارتش این کشور 18 ماه قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادهای آمریکایی در یک عملیات ناتمام تصمیم داشته سلیمانی را در سوریه ترور کند. ژنرال آیزنکاد میگوید اسرائیل به هر آنچه جمهوری اسلامی در سوریه داشته آسیب زده، از زیرساخت‌ها و اردوگاه‌ها گرفته تا افراد و تجهیزات. او معتقد است با تلاش‌های اسرائیل ایران موفق نشد استقرار 100,000 شبه نظامی شیعه را در خاک سوریه محقق کند. بابک اسحاقی گزارش می‌دهد. 18 اردیبهشت 1397، یک سال و نیم پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی، اسرائیل بار دیگر به مواضع نیروهای قدس سپاه پاسداران در سوریه حمله می کند و ده‌ها پایگاه موشکی در سوریه را مورد هدف قرار می دهد. قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس در آن زمان، از این حملات اسرائیل بسیار خشمگین است و شخصاً به سوریه می آید تا به اسرائیل نشان دهد که به گفته او قاسم سلیمانی کیست؟ حضوری که با نخستین حمله بزرگ موشکی سپاه قدس به شمال اسرائیل همراه شد. هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر می کنیم. این رژیم ماندنی نخواهد بود. به گفته گدی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، در یک ماهی که سلیمانی در سوریه به سر می برد تا از نزدیک نزاع را دنبال کند، نیروهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل نیز از نزدیک به دنبال او بودند و پس از صدور اجازه از مقامات سیاسی در اسرائیل، قرار بود ارتش این کشور سلیمانی را در یکی از مراکز فرماندهی در سوریه مورد هدف قرار دهد. سوء قصدی که به گفته آیزنکوت در آخرین دقایق قاسب سلیمانی از آن جان سالم به در برد. اما در 13 دی 1398 آمریکا با کمک اطلاعاتی اسرائیل سلیمانی را در عراق می‌کشد و یکی از دشمنان بزرگ اسرائیل را از بین می‌برد. رویای قاسم سلیمانی حضور بیش از 100 هزار جنگجوی تحت فرمان ایران در سوریه بود. رویایی که به گفته آیزنکوت با مرگ سلیمانی و حملات بیوقفه اسرائیل به وقوع نپیوست و جلوی استقرار گسترده نیروهای بزرگی از سپاه پاسداران در سوریه و در مرز با اسرائیل گرفته شد. اما هنوز یکی از بزرگترین تهدیدات علیه اسرائیل همچنان در مرزهای شمالی این کشور در سوریه و لبنان قرار دارد، جایی که حزب الله لبنان با 10,000 موشک و نیروهای نیابتی سپاه در سوریه آماده دستور ایران برای حمله به اسرائیل هستند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، نیز میگوید که برای توقف استقرار ایران در سوریه، حملات هوایی اسرائیل تشدید یافته و گسترده تر نیز شده است. برخورد نظامی بین اسرائیل و ایران میتواند با شکست گفتگوهای برجام و یا حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران و یا حتی یک اشتباه از سوی هر دو کشور رقم بخورد و منطقه را به سوی نزاعی بزرگ و آتش جنگ سوق دهد. بابک اسحاقی، اسرائیل. 40 سال پیش یک مصری یهودی تبار با هدف زندگی مسالمت‌آمیز عرب و یهودیان روستایی را پایگذاری کرد که اکنون 40 سال از صلح سرلوحه همه مراودات آن است. نوه شالوم جایی است که کودکان عرب و یهودی با هم در یک مدرسه درس می‌خوانند. هرچند این روستا از طرف افراط‌گرایان زیر فشار است، اما گویا صلح و دوستی در این مکان راه خودش را پیدا کرده. اشکان صفایی گزارش می‌دهد. نوه شالوم، واحه صلح در شورزار جنگ خاورمیانه. نوه شالوم یا واحت السلام آبادی است با جمعیت حدود 350 نفر در میانه مسیر اورشلیم به تل آویو. نیمی از جمعیت آن را یهودیان و نیم دیگر را فلسطینی تباران شهروند اسرائیل تشکیل می‌دهند. حدود 45 6 سال پیش بود که گروهی از یهودیان و فلسطینی تباران شهروند اسرائیل هر هفته اینجا جمع می‌شدند، روی این سنگ‌ها می‌نشستند و در مورد صلح صحبت می‌کردند. در اواخر دهه 70 میلادی اونها به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه تنها اینجا جمع بشن هر هفته و صحبت بکنن درباره صلح، بهتره که بیان اینجا و یک روستایی رو تشکیل بدن که در اون اعراب و یهودیان در کنار همدیگه زندگی کنن. ایده ساخت این روستا را برای نخستین بار برونو حسار مطرح کرد. او که در خانواده یهودی در مصر به دنیا آمده بود، بعدها به مسیحیت گروید و در سال 1332 شهروند اسرائیل شد. این روستا در زمین‌های متعلق به صومعه لاترون بنا شده است. نام نوه شالوم از کتاب اشعیا نبی در عهد عتیق گرفته شده، جایی که خداوند می‌گوید مردم من در واحه صلح خواهند زیست. اما زندگی در این روستا در قلب جنگ اسرائیل و فلسطینیان چگونه است؟ فکر کنم خیلی از کسانی که در فهرست انتظار برای زندگی در واحد سلام هستند، از سختی این زندگی خبر ندارند. باید به ایدئولوژی اعتقاد داشته باشند که این روزها اصلا در اسرائیل محبوب نیست. خیلی چیزها در اینجا متفاوته. مثل زندگی در یک روستای عربی نیست. من بیشتر اوقات اینجا به عنوان یک انسان زندگی میکنم. بزرگ شدنم در این روستا باعث شد بسیاری از تضادها را در وجودم محدود کنم و دیدگاهم را در این زمینه که کی هستم و چه کسی نیستم منعطف کنم. یکی از دستاوردهای اساسی نوه شالوم سیستم آموزشی آن است. در اسرائیل یهودیان و عربها در مدارسی جداگانه درس میخوانند،
اما در اینجا سیستم آموزشی مختلط است و دانش آموزان یهودی و عرب در کلاس‌های مشترک که تدریس در آنها به زبان‌های عبری و عربی است تحصیل می‌کنند. شماری از خانواده‌های ساکن روستاهای اطراف نیز فرزندان خود را برای تحصیل به این روستا می‌فرستند. علاوه بر تحصیل به دو زبان، دانش آموزان در اینجا اصول دموکراسی و اعتراض مدنی را نیز می‌آموزند. اما همه چیز در نوه شالوم گل و بلبل نیست. این روستا در سالهای اخیر هم شاهد تنش‌های داخلی بوده و هم هدف حملاتی از بیرون قرار گرفته است. صبح که می‌خواستیم برای تهیه گزارش بیاییم اینجا، از روابط عمومی نوه شالوم با ما تماس گرفتن و گفتن که این ساختمون با آتش کشیده شده. به نظر میاد که این بار آتش سوزی دلایل شخصی داشته، اما تا الان بارها نوه شالوم هدف حمله کسانی قرار گرفته که مخالف زندگی صلح‌آمیز یهودیان و اعراب در کنار همدیگه هستند. اما تجربه نوه شالوم یا واحت السلام چه درسی برای اسرائیل دارد؟ در این سرزمین هم یهودیان هستند هم فلسطینی ها و به نظر نمیاد که کسی هم بخواد اینجا رو ترک کنه. یک طرف نمیتونه به زور بر طرف دیگه حکمرانی کنه. باید دیدگاه های افراطی رو که به چیزی جز جنگ و خونریزی منجر نمیشن کنار گذاشت. امروز تنها 70 خانواده در نوه شالوم زندگی میکنند و 200 خانواده نیز در فهرست انتظار زندگی در آن هستند. اما رهبران این روستا امیدوارند که پیام صلح آنها روزی در میان میلیون‌ها ساکن اسرائیل و فلسطین پذیرفته شود تا شاید مناقشه 70 و چند ساله اعراب و اسرائیل به پایان برسد. اشکان صفایی، روستای نوه شالوم یا واحت السلام، اسرائیل. ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنز پرداز ایرانی، در لس آنجلس به خاک سپرده شد. جایی نزدیک دوست دوران کودکیش تورج فرازمند از اساتید روزنامه‌نگاری. خالق دایجان ناپلئون در آخرین سفرش به لس آنجلس برای دیدن تنها فرزندش بهمن به خواب ابدی رفت. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد. در آرامگاه وودلان سمتری در شهر سانتا مونیکا هستم، جایی که منزلگاه ابدی ایرج پزشکزاد، نویسنده شهیر ایرانی خواهد بود. او می‌خواست که اینجا در کنار نزدیکترین دوست دوران کودکیش تورج فرازمند که یکی از اساتید روزنامه‌نگاری نوین ایران بود به خاک سپرده بشه. جمعی از اقوام و دوستان ایرج پزشکزاد امروز گرد هم آمدند برای آخرین وداع. با تنی چند از آنها گفتگو کردم. ایرج پزشکزاد زندگی رو به دلیل اون عشقی که به زندگی داشت و لذت می‌برد از زندگی به غایت به خواسته خودش گذراند و زندگی پرباری رو داشت و مردمدار و همه اطرافیان دوستش داشتن. در نتیجه در میان عشق و علاقه خیلی زیاد دوستدارانش از این دنیا رفت، ولی آثار و دستاوردهایی که گذاشته برای همیشه برای ما یادگار میمونه. اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ بر این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. در این مراسم پیام برخی از همقطاران و یاران دیرین پزشکزاد از جمله دکتر عباس میلانی، هادی خورسندی، دکتر منصور فرهنگ و جان لیمبرت، دیپلمات سابق آمریکایی خوانده شد. همه با این مضمون که فقدان ادیبانی چون پزشکزاد جبران ناپذیر است. ما این روزا داریم مرتب ستارگان ادب خودمون رو در خارج از کشور از دست میدیم. مگه چند تا بودن دکتر الهی ایشون و چند تا قبل از اون. متاسفانه این سرعتی که پیدا کرده به خاطر ما غربت نشینان که یک مقدار جامعه داره خالی میشه از این ادیبان، از این دانشمندان، یک جورایی داره لطمه احساسی به ما میزنه. من حس میکنم بین بینندگان خودمون و ایرانیان. همه اونایی که به فرهنگ ایران علاقه‌مندن حتما روز غم‌انگیزی است و اگر یک حکومت ملی بر سر کار بود، بیرق ملی ایران رو نیمه افراشته به اهتزاز در می آورد این فقدان ایرج پزشکزاد رو. ولی افسوس و صد افسوس، نه بیرق ملی در کار است و نه حکومت ملی. پدرم خیلی اهمیت میداد به دوستانش، به خاطره‌های گذشتهش. آدم مادی نبود. یک کتاب دایجان ناپلئون هم براش پلوش گذاشتم و یک کتاب حافظ که همراهش باشه در این سفر.
ایرج پزشکزاد به لس آنجلس سفر کرد برای دیدار دوستان قدیم. رویای بازگشت به ایران در سرش و قصدش برگشت دوباره به پاریس بود. اما سرنوشت خواست که او در اینجا بماند. و من که بریدی بیش نیستم، برای مرادم ایرج پزشکزاد فقط میگویم روحت قرین شادی باد مراد من، به همان انداز شادی که برای همه ما آفریدی. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. و بخش بزرگی از شمال شرق آمریکا بار دیگر شاهد یک طوفان برف سنگین است. این کولاک موجب لغو 6000 پرواز شده. در بعضی این مناطق سرعت باد به 120 کیلومتر در ساعت رسیده. سرویس ملی هواشناسی هم گزارش داده که در برخی مناطق بیش از 60 سانتی متر برف بریده و دسترسی مردم به جاده ها محدود شده است. و اما کاخ سفید بعد از 12 سال پذیرای یک گربه 2 ساله خاکستری رنگ شده. بیلو گربه اهل پنسیلوانیا بعد از اون بلیت راهیابی به کاخ سفید رو گرفت که در میانه سخنرانی جیل بایدن در دوران مبارزات انتخاباتی به یک بار وسط سخنرانی پرید و همون وقت دل بانوی اول آمریکا رو برد. انتقال بیلو به کاخ سفید کمی بیشتر از حد معمول طول کشید تا شرایط لازم برای ورودش مهیا بشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که در این بخش خبری من و همکارانم رو همراهی کردید. وقت بخیر، خدا نگهدار.